دستورات جدید شورای عالی امنیت برای جاسوسی و زمینه‌سازی‌های تروریستی علیه مقاومت ایران. مارک دوبوویتس، گروه اقدام ایران، فراهم کردن تمامی امکانات برای فشار به رژیم ایران. خالد بن سلمان، اجازه نمی‌دهیم شبه نظامیان حوثی به حزب الله دیگری تبدیل شوند. با سلام به بینندگان عزیز، توجه شما را به در یک نگاه این ساعت جلب می‌کنیم. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در یک اطلاعیه اعلام کرد آخوند روحانی در مصاحبه تلویزیونی 15 مرداد به عربده‌کشی و عقده‌گشایی علیه مجاهدین پرداخت و درباره قیام‌ها و تظاهرات 9 مرداد تا آن روز گفت اعتراض مردم اشکال ندارد، منتها نه اینکه یک عده‌ای پاسخ بدهند به یک گروهک. متعاقباً شورای عالی امنیت رژیم در دستورالعملی به وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، نیروی تروریستی قدس، اطلاعات سپاه پاسداران و دیگر دستگاه‌های صدور ارتجاع و تروریسم آنها را موظف کرد اقدامات بیشتری را برای جاسوسی علیه مجاهدین و مقاومت ایران و برای زمینه‌سازی اقدامات تروریستی در دستور کار خود قرار دهند. در اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران آمده است وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی قدس موظف شدند از طریق دولت‌ها و طرف‌های دوست در منطقه اروپا و بالکان و با استفاده از روابط اقتصادی و سیاسی روی دولت‌های اروپایی به ویژه آلبانی فشار وارد کنند تا فعالیت‌های مقاومت ایران محدود شود. مزدوران و مأموران رژیم با پوشش خانواده مجاهدین به آلبانی اعزام و به کار گرفته شوند. وزارت اطلاعات و نیروی قدس موظفند با الگوبرداری از اقداماتشان در اشرف و لیبرتی مأموران خود را به صورت گروهی تحت عنوان خانواده مجاهدین با کمک برخی از سازمان‌های به اصطلاح غیر دولتی به این کشور بفرستند. آسوشیتد پرس گزارشی از تشکیل گروه اقدام ایران مخابره کرد و به نقل از برایان هوک رئیس این گروه گفت رژیم ایران نیرویی برای بی‌ثباتی و خشونت است. بر عهده این رژیم است که رفتار خود را تغییر دهد. آسوشیتد پرس افزود منتقدان رویکرد دولت آمریکا میگویند موضع جدید برایان هوک نشان می‌دهد دولت آمریکا سیاست تغییر رژیم در ایران را پذیرفته است. مارک دوبوویتس رئیس اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن درباره تشکیل گروه اقدام ایران گفت گروه جدیداً تشکیل شده برای ایران به عنوان یک اولویت بسیج تمامی امکانات را برای فشار آوردن به رژیم ایران امکان پذیر می‌کند. این ضربه قوی به آخوندهایی است که شرط می‌بندند دولت آمریکا ممکن است درگیر سیاست‌های داخلی شود تا اینکه توجه چندانی به رژیم ایران داشته باشد. خبرگزاری رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره ضرورت خروج نیروهای رژیم ایران از سوریه به توافقی اولیه دست یافتند. این مقام آمریکایی افزود جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با نیکولای پاتروشوف همتای روس خود هفته آینده درباره کاهش تسلیحات و نقش رژیم ایران در سوریه گفتگو خواهند کرد. خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی در آمریکا گفت اجازه نمی‌دهیم شبه نظامیان حوثی به حزب الله دیگری تبدیل شوند و این چیزی است که رژیم ایران به دنبال آن است. وی در پیامی گفت رژیم ایران علاوه بر قاچاق اسلحه و موشک برای شبه نظامیان حوثی مربیانی از حزب الله در اختیار آنها قرار داده است تا توانایی‌هایشان در جنگ علیه ملت یمن را تکمیل کنند. در پایان دقیقه این ساعت توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنیم. خدا نگهدار.